دو وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. تیم کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه به پیروزی رسید. کرکت بازان کشور در نخستین بازیشان در رقابت‌های سه جانبه 20 اوره موفق شدند تا زیمبابوه را با اختلاف 28 دوه شکست بدهند. این رقابت‌ها میان تیم‌های کرکت افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه به میزبانی کشور بنگلادش برگزار شده است. رقابت های چهار جانبه فوتبال بانوان در کابل آغاز شد. در این رقابت ها چهار تیم از ولایت های کابل، هرات، بلخ و بامیان حضور دارند و برای یک هفته با هم رقابت می کنند. در نخستین روز این رقابت ها که پس از چهارشنبه برگزار شد، تیم فوتبال بانوان کابل موفق شد تا با نتیجه 2-1 از صد بلخ بگذرد و 3 امتیاز این دیدار را از آن خود نماید. در ادامه این بازی ها امروز تیم های بامیان و هرات با هم رقابت می کنند. لیورپول پیروز شد اما منچستر سیتی در خانه نروژ زانو زد. هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان شنبه عصر با دیدار تیم‌های نیوکاسل و لیورپول آغاز شد که در نهایت سرخپوشان لیورپول موفق شدند تا حریفشان را با نتیجه 3-1 شکست بدهند. در دیگر بازی‌های مهم منچستر یونایتد 1-0 لستر سیتی را شکست داد. تاتنهام با 4 گل کریستال پالاس را از پیش رو برداشت. وولورهمپتون با نتیجه 5-2 مغلوب چلسی شد و نروژ سیتی با نتیجه 3-2 برابر منچستر سیتی به پیروزی دست پیدا کرد. رئال مادرید و بارسلونا در برابر حریفان به پیروزی رسیدند. در ادامه هفته چهارم رقابت‌های لالیگا اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید در خانه موفق شد تا با درخشش کریم بنزما لوانتا را با نتیجه 3-2 شکست بدهد. در دیگر بازی‌های مهم رئال سوسییداد 2-0 اتلتیکو مادرید را شکست داد و بارسلونا با نتیجه 5-2 از صد والنسیا گذشت. در سری آ ایتالیا یوونتوس مساوی کرد و ناپولی حریف خود را با 2 گل از پیش رو برداشت. تیم فوتبال یوونتوس در هفته سوم این رقابت ها مهمان فیورنتینا بود که در نهایت هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. همچنان ناپولی در برابر سامدوریا با پیروزی 2-0 دست پیدا کرد و انتر میلان هم با 1 گل اودینیزه را شکست داد. و همچنان دورتموند در ورزشگاه خانگی خود بایر لورکوزن را گلباران کرد. زردپوشان بورسیا دورتموند در هفته چهارم رقابت‌های بوندسلیگای آلمان در ورزشگاه خانگی خود با حساب 4-3 بایر لورکوزن را در هم کوبید و برده دوم جدول صعود کرد. در حساس‌ترین بازی دیگر این شب لایپزیگ در خانه با نتیجه 1-1 برابر بایر مونیخ تن به تساوی داد. و بیننده عزیز، امروز در خصوص رقابت‌های فوتبال بانوان کابل، البته بانوان افغانستان صحبت می‌کنیم که این مسابقات در کابل با حضور 4 تیم آغاز شده. مهمان ما در برنامه نیلاب محمدی، عضو تیم فوتبال بانوان کابل که در بازی دیروز موفق شد تا عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کنه. بانو محمدی سلام بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما، سلام به بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. بسیار زیاد سپاس. در مورد این رقابت ها صحبت کنین، آیا این رقابت ها همون لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان است که بعد از چند سال برگزار میشه یا این تورنمنت چهار جانبه یک تورنمنت جداگانه است و قرار است بعد از این مسابقات لیگ برتر برگزار شد؟ دقیقا نی لیگ است، می تورنمنت که لیگ برتر که بین افغانستان این ولایت هاست. از بچه ها مقسم خواستند که یک بعد از 4 سال بعد از دختران هم برگزار کند که دخترهایی که زحمت میکشند در ولایت ها رق ریزی میکنند به خاطر عضویت تیم ملی عبدالسال یا خود ملی به خاطر از این مسابقات را اندازی کردند. چه شد که یعنی تعداد تیم ها کمتر شد؟ در سالهای گذشته بیشتر بود تیم ها، اما امسال 4 تیم تنها حضور پیدا کردند. اونا نخیر، همون 4 تیم که سابق برگزار می شد همون 4 تیم است. بعد از خود کمیته بانوان از ولایت ها سر تا سری مسابقات را پیش رو دارند که یک تورنمنت را پیش رو دارند که بعد از این مسابقات برنده از اون مسابقات هم انشاءالله کسته. بسیار خوب، در قسمت سطح کیفی مسابقات صحبت کنین و مسابقات روز گذشته آغاز شد با بازی تیمای کابل و بلخ و شما به عنوان بازیکن در تیم کابل حضور داشتین و در پایان مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین هم از آن خود کردین. سطح کیفی مسابقات چگونه بود؟
سطح خوب از سطح خوب برخوردار بودن همه مسابقات را که راندازی میکنن اینا همیشه از اولایات باید باشن اما متاسفانه که دیروز چیزی که صورت گرفت واقعا از او تمام بازیکنهای خود کابل مسئولین خود کابل حتی شوک زده شده بودن وقت نام از ولایت میره حداقل در ترکیبش چهار تیم درست است ما بازی های خیلی اساس را دیدیم ما لیگای اروپایی با لیگای خارجی بازی کردیم اما وقتی که میگن ولایت حداقل چهار نفر الا پنج نفر از ترکیب خود ولایت باید اینا باشن که متاسفانه همچو کار وجود نداشتن دلیلش چی بوده که در ترکیب مثلا تیم بلخ دیروز با شما بازی داشت چرا در ترکیبش تمامش از بازیکنان بلخ حضور نداشتن ایره بخاطر نمیفهم وقتی که ای باید از مسئولین از اونا پرسیده شد و وقتی که مسئولینشان داد میزنن بخاطر که باید همو مربی ماش میگیره وقت امتیاز برشان داده میشه به خاطر این مسابقات میشه دخترای ولایت ها خیلی زحمت میکشند که بیاین در ترکیب تیم ملی اضافه شه و این به خاطر مسابقات ولایتی را گرفته بودیم به خاطر که همین چهره های نقبه به تیم ملی تیم عبدسال ما 15 سال ما که انشالله که در این وقت های نزدیک جور میشه به خاطر از اینا را اندازی کردن اما متاسفانه که یکی از خود ولایت ها نیستن این باید از مسئولین از اونا پرسان شود که به چی دلیل اینا نیستن و وقت که امتیاز گرفته میشه مسئولینش امتیاز میگیره حتی دینه روز من شاید از این بودم که مربیشان حتی لباس ورزشی در تنشان نبود تمام امتیازها را به دیگه مربی های خود داخلی ما داده بود و تمامشان نخبای هر تیم را جمع کرده بودن تقریبا چند تا اونا میبریم که منیجه هست که لیلی هست تقریبا تا دو ماه پیش هم در تیم ملی حضور داشت و دخترهایی که دینه روز مقابل مصاد بود از ولایت نبودن کسایی بودن که یک هفته پیش از سفر سوپروتوکاپ تیم ملی هم در سال ما بودن بسیار خوب در مورد مسابقات سوپروتوکاپ هم اگر کمی صحبت کنیم حالا پس از مشکلاتی که در فدراسیون فوتبال بخصوص در قسمت بانوان به وجود آمد چقدر حال وضعیت فوتبال ما بهتر شده و ما در مسابقات سوپروتوکاپ هم بانوان حضور پیدا کرده بودن و این رقابت ها چقدر حضور بانوان پررنگتر بوده تا بال؟ خوشبختانه با وجود این مشکلات یکی خوی است که امی ولایت ها که آمدن یکی چیره امی فدراسیون امی سابقه که مشکلات آمده بود ای را گم کردن و دوم دیگه وقتی که در سوپروتوکاپ با وجود که مشکلات آمده بود دخترای عبدسال ما بهترین درخشیدن که در مقابل 36 تیم مقام ششم از آن خود کردن با سه شکست با دو شکست و یک مساوی توانستن که در شش تیم هشت تیم براین و جای افتخار است که یک نتیجه خوب را بعد از مدت زمان از آن خود کردن ما پیش از این پس از این مشکلاتی که به وجود آمد در فدراسیون فوتبال شاهد مسابقات لیگ فوتسال بودیم در بخش بانوان که چندین لیگ برگزار شد حالا چقدر برگزاری لیگ فوتبال تاثیرات خوب بالای بانوان گذاشت چون میفهمین که فوتبال فوتسال فرق داره و بازیکنان براحتی میان فوتسال بازی میکنن اما فوتبال بازی کردن واقعا سخت است و در زمینی که بزرگتر است و 90 دقیقه بازی کردن واقعا استعداد میخواد دقیقا خوشبختانه هیره همی خود مسئولین طبقه اوناس بسیار خوب راه اندازی کردن و خواستن که می اعتماد فامیلا نسبت به فدراسیون که کمتر شده بودن خواستن چند برنامه را راه اندازی کنه که همی مسابقات فوتبال بودن فوتسال بودن و حالا میخوان که مسابقات بین همی هر ولایت که کلب دارن را راه اندازی کنه همی شد باعث شد که همی خانواده اعتماد دوباره پس اعتماد سر فوتبال سر فدراسیون فوتبال را بدست بیارن و بفهمند که یعنی او گپایی که بود سابق بوده یا نبوده او را برطرف کنند و فعلا چیزی که جریان داره پیشرفت بانوان است که نتیجه خوب را گرفتیم نیلاب خودت به عنوان بازیکن تیم ملی که سالا بر تیم ملی بازی کردی و هم اکنون هم عضو تیم ملی بانوان افغانستان هستی چقدر فکر میکنی که از این مسابقات بتانه کمیته فوتبال بانوان افغانستان چرای نخبه را به جذب تیم کنه یعنی چیزای بازیکنهای جدید راه پیدا کردن کسایی که در مکاتب فوتبال بازی میکنن در بین امی لیگ وجود داره بازیکنهای با استعداد یا خیر؟ دقیقا ای که هر کلب هر تیم هر مکتب اگر ما بخوایم که فوتبال هسپایی آغاز کنیم باید یک
فوتبال بین مکاتب را ببینن مسئولین فوتبال کسی که میفهمد در مربی هستن و بعد از این بیاین به کلاپا و ما فعلا خب بازی هرات مقابل بامیان ندیدیم که امروز هستن همی مسابقه که بین خود کابل و بلغ بودن اینا خب کلشان در ترکیب تیم ملی عبدالسال خود ملی هستن اگر این قسم روند خود همی کمیته بانوان به می شکل پیش ببرن انشالله ما چهره های خوب را با فوتبال تقدیم میکنیم. ما در بخش مردان شاهد بودیم که دو قطب بزرگ فوتبال افغانستان یکی پایتخت بوده یکی هم هرات بوده که سالهای زیاد با هم دیگر رقابت داشتن. در بخش بانوان چگونه است در سالهایی که مسابقات برگزار میشه تا 4 سال وقفه آمد در بین مسابقات بانوان وضعیت فوتبال هرات، بلخ و حتی بامیان چگونه است و فکر میکنی که حریف جدی برای تیم کابل کدام ولایت خواهد بود؟ خیلی حتما در فوتبال خیلی تغییرات میایه یا بالا میرن یا پایان میایند اما خوشبختانه فوتبال به عنوان خود افغانستان در کل در ولایت ها پیشرفت کردن که ما دینا رو شاید بودیم که 1-2 مساوی کردیم و دوم دیگه که ما حریف خود مثل که از طبقه زکور بایرات برآمدن ما خیلی خوش داریم که حریف ما با هرات دخترها از طبقه دختران بایرات برای بسیار خوب. با توجه به نتایج ضعیفی که ما در مسابقات مرکز آسیا گرفتیم و خودتان هم حضور داشتیم در مسابقات ما خیلی بد شکست های بسیار بدی را تجربه کردیم هرچند حال همین لحظه مسابقات مرکز آسیا در بخش 15 سال در حال جریان است اما ما نماینده نداریم فکر میکنی که بعد از این مسابقات و تا برگزاری مسابقات باشگاه بانوان افغانستان ما بتانیم بازیکنهایی را جذب کنیم که چیزی برای گفتن داشته باشیم در مسابقات مرکز آسیا؟ خود تمام از اینا دوباره میرن به می حمایت دولت، حمایت فدراسیون فوتبال. اگر فدراسیون فوتبال یا دولت حمایت جدی کنن، طبعا ما از پایه شروع میکنیم که در او 15 سال، 17 سال خود ملی را داشته باشیم و هیچ بدون هیچ کدام امانیت ما بتانیم که در مسابقات به مردای سینی کست اشتراک کنیم. ای پس دوباره اگر پس گپ و گذشته برمیخوره که چون ما می مشکلات را پیش رو داشتیم و می مسابقات را هم که گرفتن به خاطر که تیم 17 سال و تیم 15 سال ما را بتانیم که چیز حرف به گفتن داشته باشیم که چند وقت بعد خود همی به خاطر آمادگی کفا دختران ما آمادگی خود شاید چند وقت بعد به روسیه برن آمادگی داشته باشه. بسیار خب، آیا چون بیشتر شما در ارتباط هستین و در کمیته فوتبال بانوان حضور پیدا میکنین، آیا فدراسیون فوتبال افغانستان حاضر خواهد بود تا در کنار همی بانوان دوباره از بازیکنان خارج از کشور دعوت کنه، اونایی که خیلی از اونا یعنی در امی اتهاماتی که به وجود آمد یعنی اونا گفتگو کرده بودند با رسانه‌های خارجی، فکر میکنی که حاضر باشه کمیته فوتبال بانوان که دوباره دعوت کنه از بازیکن‌های خارج؟ آخه دقیقا وقتی که ما میگیم تیم ملی ای به همه جا برمیخوره، چی که دختر که در خارج است، دختر که در ولایت است، دختر که در کابل است، ای به همش برمیخوره. چون ما باید تیم را بسازیم که باید هم استاندارد باشه، پروفشنال باشه، چیزی که از نامش معلوم دارسته. بعد از امی مسابقات ما میتونیم که از خود خارج هم دعوت کنیم، از ولایت هم که خوب کسی که استعداد تیم ملی را داره، از پایتخت هم که زحمت میکشن، این 4-3 کاتگوری را یک جای میکنن که تا یک با در کفا یک چیز برای گفتن تیم ملی داشته باشه. ای سابقه هر چی که بود گذشت، آل فدراسیون فوتبال با یک تغییرات، با یک صفحه، با یک ورق نو داخل فوتبال گام مانده. با آقای اگر اشتباه نکنم نام مربی شما را علی جواد، با اونا ادامه میتین یا که فکر میکنی که نیاز است به یک مربی خارجی تا به تیم ملی بانوان افغانستان هم هدایت کنه؟ ای خب ناگفته نباید گذاشت که وقت کمی با وجود کمی هم مشکلات بود همی استاد علی جواد کنار ما آسا شد منعیس یک پدر، منعیس یک مربی حالی پروفشنل. اینا تیم ملی خود ملی رام که در آسیا مقام اول گرفته بود با آقای یوسف کارگر یک جای بودن، اینا مربی های هستن که وقت صدا دارد، وقت میتوند که برسانه تیمه. در مقابل از این اگر ما مربی های اسکیپر یا دیگه خارجی داشته باشیم خیلی عالی تر میشه. بسیار زیاد سپاس نیلا محمدی، عضو تیم فوتبال بانوان کابل. تشکر شما. و به این دای عزیز چند خبر کوتاه ورزشی.
تیم فوتبال مپن در هفته هفتم رقابت‌های بوندسلیگای سوم آلمان، در حالی که حسن امین مدافع تیم ملی فوتبال کشور را در ترکیب اصلی خود داشت، با نتیجه پرگل 6-1 برابر کایزرسلاترن به پیروزی رسید. در این دیدار حسن امین در دقیقه 19 بازی با یک ضربه ایستگاهی زیبا موفق شد تا گل دوم تیمش را وارد دروازه حریف نماید. عبدالودود متین ورزشکار رشته مبارزات آزاد کشور در مسابقه نیمه مرکزی سازمان مبارزات آزاد BFC در برابر میخائیل بندر از کشور بلاروس به پیروزی رسید. همچنان سمیع الله فراجی دیگر ورزشکار کشور در حرکت سبمیشن بازی خود را به دیگر نماینده بلاروس واگذار کرد. نیمار در شرایطی که بارها مورد توهین هواداران باشگاه پاری سن ژرمن قرار گرفت موفق شد تا تک گل پیروزی بخش تیمش را در دقیقه 93 با یک قیچی برگردان فوق‌العاده به ثمر برساند. توماس توخل سرمربی PSG با تمجید از نیمار درباره جو بسیار منفی علیه او در ورزشگاه پارک دو پرنس گفت نیمار باید هو شدن توسط هواداران را بپذیرد، هرچند او می‌داند این کار بسیار دشوار است. در جریان دیدار تیم‌های رئال مادرید و لوانتا، سرجیو راموس کاپیتان کهکشانی‌ها در دقیقه 60 بازی جای خود را به میلیتائو داد و تعویض شد، تعویضی که برای بسیار سوال برانگیز بود. اما زینالدین زیدان در کنفرانس خبری پس از بازی گفت که راموس دچار مصدومیت عضلانی شده بود و پس از بررسی‌های پزشکی شدت آن مشخص خواهد شد. رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیا با 8 دیدار در 4 گروه ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی‌ها ایران 3-0 قطر را شکست داد، استرالیا با همین نتیجه از صدر سریلانکا گذشت، هند 3-0 مغلوب چین شد و پاکستان 3-2 برابر اندونزیا به پیروزی رسید. به نقل از روزنامه دیلی میل، باشگاه فوتبال رئال مادرید قصد دارد تا برای جابجایی رکورد پرتماشاگرترین بازی تنس، میزبان جدال بین دو فوق ستاره این رشته رافائل نادال اسپانیایی و راجر فدرر سوئیسی باشد. در حال حاضر رکورد تماشاگر برای یک بازی تنس متعلق به بازی دوستانه زنان بین کیم کلایسترز و سرنا ویلیامز بود که بیش از 35,000 نفر در بروکسل بلژیم از آن دیدار کرده بودند. پایان برنامه ورزش، ممنون از این که با ما بودید.